با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در سراسر گیتی. از این کلیپ دیشب گذاشتم خیلی خوشحالم، یه خورده شاید سنگین باشه ولی خیلی خوشحالم گذاشتم و این کلیپ ادامه داره. سه چهار تایی هم خواهم گذاشت. شما هر وقت به یک سوال بی پاسخ میرسید بدون اغراق به این کلیپ مراجعه کنید و کلیپ بعد از این شک نکنید در این قصه. اینا که بهتون میگم چکیده یک عمر تجربه است، یک عمر آموختن، یک عمر شاگردی کردن، در طبق اخلاص به شما تقدیم میکنم. باید دنیا و زندگی ماها به راه درست برگرده، به غیر از این به هیچ جایی نمیرسیم. تلاش بیهوده میکنیم. این کلیپ قبلی و کلیپ بعد از اینو یک کنار نگه دارید. هر وقت به مشکل برخورد کردید، هر وقت به یک سوال بدون جواب رسیدید، این کلیپ ها رو گوش کنید، جوابتون پیدا کنید بدون شک. نمیخواستم کلیپ ها بیزودی بذارم اما امر کردن که بذارم، گفتم چشم. دوستانی که از تبلیغات من ناراحت هستند، که واقعا متأثر هستم روی قصه، اشکال نداره، تبلیغ من نمیذارم دوستان، تبلیغ رو خود یوتیوب میذاره. یکی از علتش هم این هست، کلیپ های من در اقصی نقاط دنیا دیده میشه و برای یک شرکت تبلیغاتی خیلی خوبه. علتش هم این هست که ایرانی‌ها در سطح دنیا پخش شدند و کلیپ های منو میبینن، با افتخار بنده است و هر روزم کلیپ من میذارم. هر کسی این کارو نمیکنه. در نتیجه تبلیغات درخواست واسه کلیپ واسه کانال من خیلی زیاده. دست منم کلی بسته است، هیچ کاری نمی‌کنم. اما اونایی که دوستانی که دوست ندارن کلیپ تبلیغات رو ببینند، خیلی ساده است. یوتیوب به شما پیشنهاد میکنه اگه کلیپ ها نمیخوام ببینید، اینجا رو بزنید، یک دکمه یک قسمت دست میزنید، یک ماه مجانی هستید. بعد از یک ماه باید ماهانه اول افتر باید ماهانه بعدی رو پرداخت کنید، یک ماه مجانی باشه، نه که فکر کنید یک ماه مثلا مجانی کلیپ نگاه میکنید تبلیغ نمیبینید. و بعد میگه آقا مثلا برفرض میخوام بگم شما باید $300 $500 به حساب بریزید برای 6 ماه یک سال مثلا تبلیغ نبینید. مشکلی نیست دوستان عزیز، من هیچ اصرار نمیشه تبلیغ من ببینید. تبلیغ دست من نیست، و تبلیغات من نمیذارم. شما که این بدیهی تیر چیزی یاد ندارید، پس انتقاد نکنید، ادعای مف نکنید. خب خدمت شما عرض کنم که من بحث اون آقای اصفهانی رو امروز ببندم براتون. اینها قضیه این است که دوستان الان مردم دیگه به حدی رسیدن، حد انفجار، به خصوص جوان ها، و این آقا میاد به عنوان سوپاپ و مالکش. اینا ماله میکشن دوستان، دیگه وقتی ماله میکشن خود لبای ماله رو میخوره، یعنی میکشن تمیز میکنن، خود حقوقشون هم همون لبای ماله است، همون کثافت هاست. اینا میخوان این صورت مسئله رو پاک کنن که آره خب آخه مردی که بی شرفی که تریز دختر قرار میدن نماینده مجلس هستی، و اینقدر خداوند آبرو تو رو ساده برد با اون چشمای پر از لجن و کثافت و وجود سرها پا نجاستت، که میخواد بگه که مثلا خامنه‌ایش تقصیر نداره. نداره، تو میگی، شما داری میگی که ایشون اینجوری کردن ناراحت شده فلان. نه خیر، بچه به خاطر این زیاد میشه که ازدواجی نیست، توان ازدواج نیست. حالا به قول معروف بیا آدرس غلط بدی. مردم زرنگتر از یرف هستن، کثافت لجن در مواد مخدر وقتی جابجا میکنند، قاضی بیشترین حبس رو به کسی میده که مواد جابجا میکنه. امثال توی آشغال و کثافت زیاد هستن توی کشور. مادر رو تو کار میکنه، بچه میاد یه همچین گوهی رو میخوری با جد داوود از خمینی کثافت تا این خامنه‌ای لجن. جوونا چه کار کنند؟ تو شکم سیره، زیر نرمه، جاد گرمه، هر شب بغل یکی میخوابی، بی ناموس. تو اگه جرأت داری، شهامت داری، مردی که نیستی، این در مرد هستی، بیا بگو آقا مشکلات واقعی مردم اینه. تو نمیذارن عین همین یارو فخرزاده چیه چوب تو آسینه میکنه از دهن بزنه بیرون. نمیه مشکل مردم بگی، وقت میای اینجوری بگی که آره چیز من چاره بزرگ اینجاست که ازدواجی به اتفاق نمیافتد، توانش نیست، پولش نیست، امکاناتش نیست. شما چند خونه میگیری بزنه سیغه ایتون، بیشرف ها. شما پول مملکت باد هوا میدی، بیشرف ها. وقت میاد به این جوان میگه بس ببرنه، آره چاره اونجاست، این ناراحتی دندون درد داره. خیلی بیشرفید، خیلی بیشرفید. اینها این بیشرفی ها میشه اون سرطانی که تو کلیپ قبلی گفتم و کلیپ بعدی خواهم گفت. همین نونهای خوردن اینجوری، تغذیه غلط،
راه غلط میشه سرطان، اونم از نوع بدخیمش. چرا نمی مشکلات عمر نمیگه؟ چرا نمیگه بعد جوونا بیکارند؟ چرا نمیگه جوونا اکثرا دست به طرف پدر مادرشون دراز است؟ بدترین نوع است که جوونی که بالای 24 سال است از پدر مادر میخواد پول بگیره. پدر مادری که نداره ولی هم نیاز داره. بابا این مملکت 7 برابر تمام دنیا ثروت داره، بی ناموسای بی شرف حرام زاده ها. وقت شما بخورید جوون دست درازی برای باشه دوباره کارم بگرده، لیسانس فوق لیسانس دکترا، راننده تاکسی داریم، سوپور داریم، همه چی داریم به خاطر شما بیشرف های بیشرف بیشرف و مقصد امثال توی که میدید دیروز حرف هم میزنید. چرا مشکل رو نمی کنید؟ چرا نمیگی جوان از آیده نامید شدن؟ چرا نمیگی جوان اکثرا معتاد شدن؟ سر چی؟ تحملشو ندارن، در گتو گنج زندگی میکنن، با رنج ببرن، چون امثال شما حاکم هستید. اما آخر کارتونه، خدای من شاهده در کلی بعدی خواهم گفت که چرا شما 100% ساقطید. چون سرطان همه شما رو گرفته، تمام وجودتون رو گرفته، تمام جوارحتون رو گرفته. چون دروغ میگید، تغییر وضعیت دادید، ماله میکشید، از دهن تو گوشید، با سر خامنه‌ای دارید میخورید. وقت اون بیناموس بیشرف توی کردستان نشسته دارد مصطفی خامنه‌ای میزنه، توفت شرف جوان مردی، توفت شرف نداشتن. اینقدر مزدوری مردم از آخون متنفره، به همون طرف از تو متنفره. تو هم سرطان داری، تو هم سرطان میگیری، تو هم جگرت در میاد، بس کن. البته خدا چوب تو آسیب میکنه. برای خود 2-3 هوادار جمع کردیم، ماهانه چیزی این برابر بهشون میدی و بعد میان راجعات. آره مصطفی خامنه‌ای خائن، تو گوه خوردی خائن، توی بیشتر که اسمونی میاری. هرچی از این اسمونی بری بدتره، امثال تو خائنید. مالکش هست این همین قرمساق جاکش. تو از این از همه پستری، تو دهنت اونجا آمریکاست، آمریکا یک مملکت رو بینجا رسوندن، تمام تسل همسار تو بیچرفه، تو و نوربخش و قطبزاده و بلیستد و کسافت همه تو یک سرفه کرمس هستید، گاه خونی دیگران رو میکنید، هم مالی خارجی ها رو میکنید، خاک آدم بر سر تو، توفت میشن رو نداشت شد هرون زاده هرون لغمه. تو در واقع وقت بچه ای تو سالم به وجود بیاد، بچه ای تو که تو این جنایت ها رو میکنی، این مواد سرطانی رو میخوری، میخوای بچه تو سالم به دنیا بیاد، گاه خوردی تو محال قانون کارا چوب تاثیر میکنه. هرچه الان روز خوشی نداری، الان روز خوشی اصلا نداری، این اول کار شما هست. تمام اونا که توی کشور خیانت کردن کجا هستن الان؟ مردم صادق، سالم، ساده، دست پرورده شاه. چه دشمنی دارید؟ این دشمنی تو خودتونه، توف به صورت خودتون. بحث سرطان رو هی مطرح کردم، ادامهش هم هست و ببینید که چرا شما آلوده به سرطان میشید. کسی که غذای بد بخوره، کسی که غذای آلوده بخوره، کسی که آب آلوده بخوره، کسی که نفس آلوده بکشه، اینو میشه سرطان. چند وقتی فرصت دارید، وقتی نداشتید میشه بدخیم. زمین و زمان رو به هم بزنید. خوشحالم هستید نه؟ اون همه کامنت فحش برات میذاره، جواب ندی، خجالت نمیکشی؟ شرم، شرم که سرت نمیشه، چون مجبوری، آبستن اونها هست، میشرف آبستنشون هستی، آبستن تا اینجا تکون نمیتونی بخوری، افسات تو زیادن. حالا آقای تو اصفهان میاد بالا نماینده مجلس لعنم میده، اینجوری روزهای آخرتونه، ساعت آخرتونه، چقدر این پستای آخر تلخه و چه سرطانی وجود همه شما رو گرفته. تو نمیه ریشه مشکلات بگی، گردن مردم میندازی. مملکت دست شما بوده 40 سال. وقت باز تقصیر میزنیم به گردن مردم. خامنه ای عذرخواهی کرد، شرمنده بود. خامنه ای گپ خورد با تو، میگه 6 میلیون بیکارم، میگه هوات کارمند بشن. نه خیر آقای خامنه ای، فقط بچهای تو باید برای پول بگیرن، اون نوچه های تو و اون افرادی که افراد خاص هستن. دوستان تمامی ساختمان لواسه رو یه بار گفتم، بازم تکرار میکنم، تمام مجوز خود شخص خامنه ایه. فکر کن خامنه ای مجوز داد رفت ساختن، تو اونجا آرامش دارن، پدرتون هم آرامش نداره. یک شب یک ساعت جا آرامش ندارید، یک ساعت. تمام اون پول خون مردمه، پول جون مردمه، آه مردمه. جوون شب بیاد خونه سرش بزه پای کار نسه جور کنه، سر کار بیروش کردن. وقت اون میرحسین بیشرف خمینی کسافت لجن بیاد امنیت شغلی رو بگیره، که اگه هر وقت خواستن این یک دستمالی بزن بیرون
مملکت بگه مال کیست؟ صاحبش اینا هستند. شما صدقه سلیمان رو میخورید، صدقه سلیمان میبرید که این صدقه سلیمان یک درآمد بد خرج کنید، واقعا دفع بلای مردم به جون شماست که میشه اون سرطان که گفتم خدمتتون. شما هیچ وقت آدم نمیشید چون سرطان همه جاتون گرفته و این سرطان همه تو نابود میکنه و این جامعه پاکسازی میشه. شو این آقای فخری زاده هم که براتون میگم خیلی ساده است دوستان، کلی مفصل صحبت، ولی میخوام بگم اینقدر ساده است و اینقدر بوده بزرگش کردن این قضیه رو، چون اینا چند بار علی خامنه‌ای حرف زد. خودشو به کسافتی یا فکر نکنید، خودشو می نجمیه بچه‌اش رو ببینید، دزدی بچه‌اش رو ببینید، کسافتی بچه‌اش رو ببینید، همین زرش رو ببینید، همه‌شون سرتای کرب هستن. وقت اسرائیل آماده زده تو گه خوردی با جد آواد اسرائیل گه خورد با تو. اسرائیل خودش رو قاطی مسئله میکنه، اسرائیل همه چی رو باخته. آقا اسرائیل من بارها به تو اخطار کردم، همه چی رو باختید، همه چی رو باختید. آخر خطی که میاد گوه خوری به اماراتی رو میکنید و قطری رو میکنید، همه چی رو باختید. شما ها محکوم به نابودی هستید، شما دنیا رو به آتش کشیدید، شما دنیا رو نابود کردید. او انگلیس از شما بدتر، شما همه دازن بدتر، همه تون همه تون سرطانی هستید، سر تا پاتون. زرج مردم رو این لذت میبرید، بیپولی مردم لذت میبرید، حالا بخورید. تمام سرطان شد اون کار و من میدونم شما چی میکشید، مخصوص قش خاص شما یهودی ها، قشر خاص شما، هر کس تو ایران تو دنیا دوستان میمیره تو مرضی کرونا، اینا یک تیر به قلب اینهاست. اینا دوست دارن مردم بریز بشن، عذاب بکشن ولی نمیرن. شعار ریشهشون این هست، شعار ریشهشون این هست، اگر یک نفر بمیرد یک کوکاخور کم میشود. مرغ بوتیمار این دریا، قطعی از دریا کم شود، قضیه اینه. هر چی که میمیره آمار میدن، اینا تربیتشون میلرزه اینجوری، وای 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 باز مردن. تقصیر شما هاست. این همه جمع کردید، این همه چردید که دنبتون پوله رو تو بانک گذاشتن، چیکار کردید؟ دنیا رو به خاک خون کشیدید، حالا سرطان میشه تو وجود خودتون. هیچ راه فراری هم ندارید، کره زمین شده دهکده جهانی. حیا هم که نمی کنید چه دیگه نمی کنید، حیا هم بکنید، شرم هم بکنید، توبه هم بکنید، سرطان هم وجودتون رو گرفته، به زودی همه تون ریشه کن میشید، چه بخواید چه نخواید. مگر یه قشید شما باشد و سالم خرافات بزنن کنار، 6 سال پای اون دیوانه هست، اینجوری 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 نگوی دیوانه ها، دیوانه کار میکنه دیگه، یه نفش دیوانه هست نکنید، بقیه تو راه درست. این آخرین فرصت شماست، من نیستم، شما هستید. این آخرین فرصت برای تمام مردم دنیا است، برای تمام بددلات، برای تمام بدفکرات، برای هم بدراه هاست. وقتی شما حق ملت ها رو میخوری، اون حق سرطان میشه تو وجود شما، شک نکنید بسته. وقتی شما دشمن راستی هستید، دشمن درستی هستید، دشمن صداقت هستید، دشمن آرامش مردم هستید، میشه سرطان تو وجود شما. خامنه‌ای هم سرهم به آخر بوست خط رسید، این کارا رو میکنن. این آقای فخری زاده هر کوفتی هست، یک بنده خدا با دوست دخترش رفته که من قشنگ صحبت خواهم کرد. مال جنتی رو بهتون میگم که قشقش میشینید بخندید. چرا جنتی رو چرا اعلام نمیکنم؟ مرگشو بهتون خواهم گفت. خوشحالم یک مسئله، یه مسئله که دوستان خیلی خیلی خوشحال شدم، یه خبر خیلی خوب برام رسید که گروه های تشکیلی در سطح کشور امنیت منطقتون رو تامین میکنید. این خودجوشه و یک شاهکاره، یک شاهکار، چون دیگه حکومت به فکر شما نیست، چون پولی نیست چیز گیر بیاد، باید ما به فکر خودمون باشیم و اینه توسعه کنیم دوستان دیگر. یعنی هیچ کس نگفته، خودجوشه، یعنی به فکر امنیت خود و خودتون باشه، اینا به فکر کسی نیستند و این کار شاهکاری کردید شما و این ادامهش بدید به دیگر توسعه کنید. من کلیپ های سرطان دوستان بدون توسعه میکنم بهتون، وصیت میکنم بهتون حتما اینا رو گوش کنید، اینا چیزیست که راه آینده شما بچه های شما رو میسازه، آینده شما بچه هاتون رو میسازه، آرامش به زندگیتون میاره. اگر راه غلطی هم بوده سریعتون برگردید، کلیپ های سرطان رو گوش کنید، اینا چکیده یک عمر هست برای آرامش شما، برای آسایش شما، برای پیدا کردن تمام پرسش هایی که تو ذهنتون هست جوابش اینجا هست. ایامتون بکنم از بازم خوش.